درود خدمت شنوندگان و بینندگان محترم پادکست مسیحیت و سیاست. عزیزان، به دومین قسمت از این پادکست خوش آمدید. مهمان این قسمت برنامه مثل قسمت نخست برنامه دکتر افشین لطیف‌زاده هستند. افشین جان، خدمتت سلام عرض میکنم و مرسی که دعوت ما را قبول کردید. خیلی ممنون از دعوتتون. منم خدمت شما و بینندگان عزیزتون سلام عرض میکنم. عزیزان، ما در پادکست پیشین به همراه دکتر لطیف‌زاده مسائل مختلفی رو در ارتباط با موضوعات کتاب مقدسی، تفاسیر مختلفی که وجود داره، بعضی مفاهیم شاید پرچالش و کلیدی مثل رومیان باب 13 و نظایر اون رو در رابطه با حکومت، دولت، سیاست و کنشگری مسیح بررسی کردیم. اگر فرصت نکردید یا تازه به جمع ما پیوستید، دعوتتون میکنم در پلتفرم‌های مختلف، چه صوتی چه تصویری، بخش‌های مختلف وجود داره، شما میتونید برید این رو بشنوید، دانلود کنید، ببینید و در واقع با ما در این مسیر همراه باشید. اما در این قسمت به طور خاص میخوایم نگاهی بندازیم به رویکردهای تاریخی در طی تاریخ مسیحیت، از ابتدای دعوای شکل‌گیری خودش تا جایی که فرصت بده در این 40 خورده دقیقه بعدی برای دکتر لطیف‌زاده این مسائل رو بررسی کنیم که مسیحیت چه رویکردی داشته به موضوع در واقع سیاست و بحث حکومت. خب افشین جان، بیا از در موضوع خودمون رو با این سوال در واقع شروع بکنیم که پدران کلیسا، اون چیزی که ما از کلیسای نخست می‌بینیم، چون ما اومدیم نگاه در واقع پولس رو نگاه کردیم، نگاه‌های اولیه رو ما تو قسمت قبلی نگاهی کردیم که بخشی از همون پدران کلیسا، ولی بعدش که از قرن اول میگذره، بعد از شاید نوشته شدن مکاشفه، همون چیزهایی که می‌بینی، کلیسا شاید مراحل اولیه‌ای خیلی اولیه خودش رو طی کرده، ولی هنوز در حال شکل‌گیری عمیق‌تره، داره ساختار کلیسا شکل می‌گیره به شکل جدی‌تر. واکنش پدران کلیسا در دوره همونطور که می‌دونیم جفاهای بسیار سنگین، البته متفاوت بوده دوره‌های مختلفش، ولی به طور خاص اون چیزی که ما می‌شناسیم در بخش‌های مختلف پدران کلیسا، واکنششون چه جور واکنشی بوده؟ اونها چه مسیری رو دنبال کردن؟ آیا این شباهت رو، چنان که توی قسمت قبل گفتی، میتونیم با اون چیزی که در شکل‌گیری کلیسای ایران بوده ببینیم و یک همسویی و همزادپنداری با اونها داشته باشیم؟ بله، بله، فکر میکنم میتونیم ببینیم، یعنی و باز هم این واکنش خیلی طبیعی و متأثر از آنچه که آبای کلیسا در زندگی مسیح دید. اگه بخوام خلاصه بکنم این قدیمی ترین واکنش رو در بررسی مدل های تاریخی واکنش مسیحیان یا کنش مسیحیان، میتونم اینو خلاصه کنم به دعا و شهادت طلبی. یعنی بخوام بگم پدران کلیسا در چه فضایی سیر میکردند وقتی که میدیدند ایمانداران تحت جفای مثلا امپراتوری روم هستند، اونها ایمانداران رو به دعا و همینطور وفاداری تا حد دادن جان تشویق میکردن. مثلا در برخی از نوشته های این آبا هست که میگه شهادت نشان وفاداری ما به خداست، به راه خداست. یا حتی یکی از پدران کلیسا ترتولیان گفته ما آماده اینیم که جانمون رو آماده کشته شدنیم. این از کجا آمد؟ وقتی که به خود مسیح نگاه میکردن و میدیدن که او خودش چراهی رو رفت و خودشون رو سرمشق می گرفتن از مسیح، خودشون رو انعکاسی از راه او می دیدن که راه دیگه جز همین وفاداری تا به حد مرگ برای اونها چیه وجود نداره. و حتی یه ایده های دیگه هم این وسط وارد صحنه شد، باز هم با الهام از آنچه که مسیح انجام داد. مثلا می دیدن که مرگ مسیح به یه معنا برای فرونشاندن غضب الهی بود و به عبارت دیگه یکی به جای دیگران جان خودش رو میده، و برای همین برخیشون شاید حتی فکر میکردن که رنج اونها برای دیگران یک عمل، یه عملی نجات بخش داره، چون غضب خدا رو از اونها چیه فرو مینشونه. پس اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، این همون دعا و شهادت طلبیه که من اینو توی میتونم بگم یه واکنش خیلی
طبیعی برای کسی که در یک فضایی به سر میبره که راه دیگه ای غیر از اینم براش باقی نمیمونه. یعنی به یه معنا اینا که نمیتونستن در برابر روم دست به حرکت مسلحانه بزنن، به خصوص مسیحیان، و وقتی به مسیح نگاه میکردن جز این واکنش، یعنی برداشتن صلیب و دادن جان خودشون، راه دیگه‌ای برای اونها چیه؟ باقی نمیمون. یعنی میخوام بگم اونا به همونی که داشتن وفادار باقی موندن، که همون دعا و شهادت طلبی بود. خب در واقع اینم همونطور که گفتی یک جورایی شاید ابعادی شما در کلیسای خودمون داریم میبینیم. تا هم سالهای مثلا فرض کن سال 80، از سالهای اولیش تا سال 1380 دارم میگم، سال شمسیش رو میگم. خب ما این رو داریم در ساختار کلیسای خودمون میبینیم، توجه به دعا، تمرکز به دعا، همدلی با کسانی که ماتمی هن، در ضعف هن، و پذیرش این که حتی اگه لازم جانمون رو بدیم، که بسیاری از در واقع افراد، از کشیشان، از کلیسای چه خودمون چه کلیساهای دیگه، این در واقع شهادت طلبی رو درشون میبینیم که خیلی الگوی خاصی میشه. و جالبه، یک نکته که من رو گاهی به فکرم وادار میکنه، در شاید در همون بستر این ویژگی که ما تو جلسه قبلم عنوان کردیم، یعنی یک نوع کنشگری انسانی در نوع خودش، در جایی که تو هیچ عرصه‌ای نداری ولی از جان خودت، چون که عیسی میگه کسی محبتی بزرگتر از این نیست، چون ما می‌خوایم دنیای خودمون رو محبت کنیم، ویژگی محبت رو وارد دنیا کنیم، جان خودش رو در راه دیگران بده. گاهی این جان رو تو کف خیابان داری به ازای عملکرد خاص دیگه میدی، گاهی هم این جان رو در ایستادگی روی باورهای خودت در برابر جایی میدی که پذیرش باورهای تو و عمل تو برای او انگار مثل یه دشنه است، به دلیل که تو نور هستی و داری نور رو وارد اون فضای تاریکی میکنی، رسواش میکنی و تو این بها رو میدی. چنانکه در واقع شهادت این برادران ارشدی که در کلیسا بودن و بسیاری از افرادی که بودن، بهای سنگین، زندانهای سنگین، خودش یک نمونه بود، چنانکه در کلیسای اولیه اثر خودش رو بر جامعه خودش گذاشت. یعنی یک نمونه بود که آقا اینها رو که به قربانگاه میبرن، چنانکه پولس میگه، اما در اطمینان خاصی هستن. چطور این شهادت طلبی نه مدل شهادته، چون جامعه ایران خیلی شهادت طلبی رو خیلی مدل خاص دیگه بروز میده. ما همون دورای جنگ رو داشتیم، پروسه شهادت و واژه شهید خیلی واژه در واقع پیچیده‌ایه در فرهنگ جامعه‌ای که در ازش ما از اون بکراند میایم، ولی همون ویژگی با نوع دیگه متفاوت خودش، یعنی رویکرد صلح جویانه‌ای که به شهادت میانجامه، اثر خودش رو بر جامعه خودش میگذاشت. خب این در واقع پس نوعی کنشگری اجتماعی بوده، درست میگم؟ بله. من فقط وقتی فکر میکنم بهش، ببینید، اولا مسیح گفتش که من میتونم تقاضا بکنم از خدا و از پدرم که برای من لشکری بفرسته که تارمار کنم تمام دشمنانم رو، ولی این کارو نکرد، چون با اسلحه تاریکی به جنگ تاریکی نرفت. خب و این مدل شهادت طلبی یک مدل انتخابی داوطلبانه هست که ماهیتشو ایثار شکل میده، علارغم اینکه میتونیم با برتری قدرت ما راه دیگه ای رو انتخاب کنیم. اما پدران کلیسا که مسیح نبودن، اونها از کسی نمیتونن طلب قدرت بکنن، یا برای همین سرمشق گرفتن، الگو گرفتن از کی؟ از مسیح. چرا؟ چون در اقلیت تام بودن نسبت به قدرتی که در اصل داشتن زندگی میکردن. حالا بیاییم فکر کنیم خب مدل این، آیا این مدل به شکل ثابت باقی مون؟ نه، چون امپراتوری رو روم چند قرن بعد رسما مسیحیت رو به عنوان دین رسمی خودش پذیرفت. و حالا دیگه، یعنی میخوام بگم وقتی فرض کنید در یه جامعه‌ای که یه تعداد خیلی محدودی مسیحی هست، ولی فرض کنید که اینا 10% اون جامعه رو بخوان چیه؟ پر کنن. اینجا اثرگذار میشن دیگه، اثرگذاریشون خیلی وسیع‌تر میشه، قدرت رأی پیدا میکنن. اینا دیگه میتونن با رأی خودشون، اصلا اینجا دیگه قدرتمندان میتونن که الان به جایی که برن اینا رو خفه بکنن، باید نظر مساعد اینها رو برای داشتن قدرت خودشون به یه ائتلافی با اینها چیه، با یه ائتلاف. یعنی میخوام بگم این مدل مدلیه که برای من وقتی الان فکر میکنم مدل پدران کلیسا،
منو میبره به سمت یه مدل دیگه‌ای که مدل مدرن‌تر واکنش پدران کلیساست و تحت عنوان پاسیفیسم معروفه. من نمیدونم این فارسیش رو چی میتونیم بگیم، ولی مدل کنشگری صلح‌آمیز اگه بخوام اسمشو بذارم، درسته؟ یعنی ولی این کنشگری در جامعه‌ای داریم ازش صحبت میکنیم که این جامعه دیگه در اقلیت مطلق مثل همچون پدران کلیسایی در اون زمان نیست که راه دیگه جز شهادت طلبی نداره. الان دیگه اینا میتونن بر جامعه خودشون تأثیر بذارن و اینا میان و میگن بله ما از پدران کلیسا و از مسیح بالاخص این رو الهام گرفتیم که خشونت نمیتونه بی‌عدالتی رو از سطح زمین چیه؟ برداره. بلکه اگر ما با ابزارهای خشونت به جنگ خشونت بریم، انگار خشونت هی عمیق‌تر در لایه‌های اجتماعی چیه؟ بیشتر فرو میره و این تغییر زیربنایی ایجاد نمیشه. یعنی قاتلان، اگر فرض کنیم قاتلان امروز بشن قربانیان فردا، اون قربانیان هم میخوان برای خودشون قربانیانی داشته باشن. یعنی این سیکل بی پایانه، این تسلسل بی پایانه خشونت، خشونت ستایی و خشونت باوری، یا بتونیم بگیم خشونت درمانی، این هیچ وقت ما رو ترک نمیکنه. ما فکر میکنیم به مدد خشونت ما میتونیم چیکار بکنیم، و برای همینه که اینا میگن که نه، ما الان چون قدرت بیشتری رو پیدا کردیم باید از همه ابزارهای موجود به استثنای خشونت، چون نمیتونه اون ضربه زیربنایی به این ظلم و بی‌عدالتی و تاریکی بزنه، میتونیم استفاده بکنیم. یعنی پاسیفیسم یا همون کنشگری صلح‌آمیز، من اونو یه مدل متعال‌تر و یا مدل مدرن‌تر و جدیدتر همون واکنش پدران کلیسا میبینم، منتها الان در صحنه اینا دارن زندگی میکنن که امکان تأثیرشون بر جامعهشون به دلیل که تعدادشون رفته بالا چیه؟ بیشتر میشه. و میگن ما وقتی حتی به تعالیم مسیح هم نگاه میکنیم میبینیم این مدل کنشگری صلح‌آمیز، یعنی میتونه یه بخشش نافرمانی مدنی باشه، یه به نظر من تمام اون چیزهایی که الان ما تو صحنه این انقلاب فعلی ایران ما داریم میبینیم، یه نوع پاسیفیزمه که بسیار هم خلاقانه است. یعنی همین شعارهای شب، کسی به کسی سنگ پرتاب نمیکنه، کسی رو مورد حمله قرار نمیده، و بله برخی از این شعارها حالت خشونت لفظی درش هست، متوجهید؟ یعنی دیگه شاید برخی از پاسیفیستا باشن که شاید این رو هم من بکنن، ولی من فکر نمی‌کنم همه‌شون این رو چیه، همه‌شون اینو من کرده. یعنی درست خشونت اینجا یک ابزاریه که باید ازش پرهیز کرد، ولی من خودم فکر می‌کنم که منظور پاسیفیسم خشونت فیزیکیه، نه بنابراین دیگه شما هیچی نمیتونی بگی. ولی تمام اون مدلایی که الان میبینیم از جمله نافرمانی مدنی، برداشتن روسری، شعار نویسی، شعارهای شبگانه، حرکتهای سمبولیک که با الهام از قربانیان این حادثه ها دیده میشه، مثلا اون نوع حرکتی که مثلا اون شخص بلوچ داشت، طرزی که اشخاص میرن خودشونو، تمام اینها یه نوع نمادهای اعتراضی صلح‌آمیز در جهت مخالفت با چیه؟ در جهت مخالفت با وضعیت موجوده. بله دقیقا. حالا من چون کار خودم در بعد هنر هستش، همیشه برداشت من این هستش که اثرگذاری کار هنری نوعی از همین پاسیفیسم هستش، چون داره شما بر اساس همین نوع صلح جویانه ای، بدونی که بخوای ضرورتا لطمه بزنیم، با یک کار، یک اثر نمایشی، با یک اثر موسیقیایی، با یک نقاشی، اون هنر انقلابی، هنر کنشگرانه، هنر اجتماعی رو در واقع ایجاد میکنه که میتونه به اندیشه وادار کنه، به فکر وادار کنه، حتی گاهی همسویی ایجاد کنه. مثل همین کاری که خب ما در همین شعر معروف شروین داریم میبینیم، در واقع چقدر اثر خودش رو میذاره توی ساختارهای بنامه، یا اینکه حتی کنشگری من میتونه اینو بعدن عزیزان حتما بررسی خواهیم کرد، در طور به طور خاص وارد خواهیم شد در مورد مسائلی مثل سوشیال مدیا و رویکرد مسیحی
و شیوه مسیحیایی به سوشیال مدیا. ولی اینجا میخوام به این اشاره کنم شون جان که ما در رویکردهای سوشیال مدیا توییت وقتی میکنی، شما داری یک موضوعی رو خبررسانی میکنی به شیوه، حالا درست که در جای خودش بررسی خواهیم کرد که فیک نیوز نیست و ویژگی خاص خودش رو داره، ولی داریم یک نوع کنشگری انجام میدیم. کنشگری عملا نوعی دیگه از تهاجم رو داره، ولی تهاجم سلجویانه داره. خب اینو ما تا به نوعی به این دیدگاه رو تا به نوعی به زمان آگوستین داریم به طور خاص‌ترش می‌بینیم که داره شکل می‌گیره، ولی پس از اون یواشاش می‌بینی ساختار حکومتی می‌گیره، یعنی نوعی از رویکردی که بعداً کلیسای بهش میگن، شاید حتی بتونیم بگیم رویکرد کلیسای کاتولیک هستش نسبت به در واقع پدیده حکومت، یعنی خود کلیسا میشه نمادی از در واقع پادشاهی خدا، پس قدرته و وارد سیاست میشه. اینجا دوست دارم یک نقطه رو هم سوال کنم هم نقطه نظر خودت رو بدونم در دو جنبه. یکی دیدگاه آگوستین طبیعتاً یه دیدگاه در عین حال دیدگاه فلسفیش دیدگاه به نوعی دوالیستی یا دوگانه انگاریه که داره جدا میکنه، یا حتی او هم بعدا ما در پروسه مارتین لوتر به شیوه دیگه میبینیم، ولی خب او هم عنوان میکنه مقوله دو شهروندی رو تا حدی پیش میکشه و دو کتاب داره شهر، یعنی دو ویژگی رو عنوان میکنه، یکی شهر خداست یکی شهر انسانیه که با قوانین خودش داره پیش میره. نگاه در واقع اولیه کلیسای خاص یا بخوام این کلیسای روم، کلیسای کاتولیک به دیدگاه حکومت به چه شکل هست؟ و سوال دوم هم همینجا میپرسم و میخوام اگه لطف کنیم خلاصه بتونیم بگیم که برسیم به مباحث بعدی، در این راستا آیا خودت موافق هستی که کلیسا نقش حکومتی یا در واقع نقش اجرایی در ساختارهای حکومتی باید پیدا بکنه، نقش قانونگذار باید پیدا بکنه، به نوعی دین وارد عرصه سیاست به شکل خیلی جدیترش بشه و در واقع خودش باشه که مثلا حالا تعریف پادشاهی بیاد بگه من پادشاه تعیین میکنم، من ساختارهای قدرت رو تعیین میکنم و در اون ساختارها نفوذ دارم و عمل میکنم. بتونیم تو 4 5 دقیقه روی این موضوع با هم صحبت بکنیم خیلی عالی میشه. بله، قبل از این باید بگم که این نگاهی که من اینجا صحبتم رو تموم کردم که نگاه همون کنشگری صلح‌آمیز است، یعنی پاسیفیسم یه نوع فلسفی ضد جنگه، خب ضد جنگ و ضد خشونته، این به نقد کشیده شد و مطمئنم که حتی صحبت‌های الان ما هم اینجا میتونه به نقد کشیده بشه. میگه که آیا این کنشگری صلح‌آمیز آیا تأیید شر به اجرا درآمده از جانب حکومت ستمگر نیست؟ آیا وقتی که ما میبینیم میگیم که نه، شما از هر ابزاری استفاده کنید غیر از خشونت، خب غیر از خشونت، که منظور از خشونت هم اینجا باید تهاجم تعریف بشه نه دفاع، متوجهید؟ یعنی واکنش نه، کنشگریش در واقع میشه. بله بله، یعنی شما قصد با تهاجم وارد صحنه نمیشی، ولی به این معنا نیست که از خودت و دیگری دفاع نمی کنی، ولی قصد چیه؟ قصد تهاجم نیست و اصلا کلن در سعی میکنی تا اونجایی که میتونی این از ابزارهای خشونت پرهیز کنی. ولی خب منتقدان این نظر میگن که آیا این خودش به گسترش بیشتر شر و تاریکی ختم نمیشه؟ آیا وقتی میبینی که اینا دارن همین جوری قتل عام میکنن و از بین میبرن، وقتی که شما وای میسی و هیچ کاری نمیکنی و تو چقدر میتونی بدون سلاح دفاع بکنی، میدونی تا کجا میتونی جلو، آیا این خودش این اجازه رو نمیده که این تاریکی به حیات خودش ادامه بده و جلو بره؟ بله، این انتقاد بر پاسیفیستا هست و اونا اینو به جان میخرن و اینجاست که میگن که تحت هیچ شرایطی ما دست به خشونت چیه نمیزنیم. این فلسفه رفتاری این هاست، ولی یه جای هم از واقعیت‌های اجتماعی رو اگه نگاه بکنیم میبینیم که این واقعیت‌های اجتماعی با این فلسفه رفتاری خیلی جور در نمیاد، یعنی بالاخره ته ماجرا رو که میبینی انگار بدا دارن میبرن و تاریکی داره به پیشروی و قلمرو خودش ادامه میده و ما فقط مثل که یعنی یه نقد دیگه‌ای که برای اینا میکنن اینی که میگه بیشترین چیزی که براتون مهمه حفظ خوده، حفظ اون پاکی درونی خوده، تا جلوگیری از چی؟ جلوگیری از یه تاریکی و شردی که داره گسترش پیدا میکنه. و این نقد بر پاسیفیستا وارده، با اینکه من خودم یه پاسیفیستم
متوجهید؟ ولی این نقد رو میپذیرم و میدونم که این چیزیه که نمیشه به راحتی از کنارش گذشت. ولی برگردیم به اون صحبتی که من میخوام هر کدوم از این مدل‌ها رو که بگم به یه معنا بگم چرا اصلا به وجود اومد و ضربه پذیریش هم بهش بگم. یعنی میخوام بگم این کجاها اینا رو میتونیم شما چیکار کنیم، کجا میتونیم اینو نقد کنیم و راحت هم جواب ندیم به اینکه همینه که هست و کار دیگه نمیشه کرد و هیچ نقدی هم بر اینا وارد نیست. نه، بر همشون این نقد وارده. اما یه گفتم با گسترش مسیحیت ما اینجا میبینیم که همونطور که خودت گفتی در ما با یه مدل دیگه هم اینجا روبرو میشیم که اینو مارتین لوتر مطرح میکنه، مدل فردی که در دو پادشاهی داره زندگی میکنه که الهام گرفته شده از نظرات آگوستین، از نظر محتوایی، چون همونطور که شما گفتی آگوستین به دو تا قلمرو داره اشاره میکنه. همون اگه خاطرت باشه در پادکست قبلی گفتیم یکی آسمان، ما هم شهروند، ما در واقع شخص مسیحی شهروند پادشاهی واقعی و پابرجا و ابدی خداست که برای مقطعی روی زمین زیر نظر یا سلطه یه حکومت هم داره چیه زمین. پس یه مسیحی باید بدونه که او شهروندی اصلی و واقعیش مال این جهان نیست، اما در این حال برای یه مقطع زمانی که طول حیات خودش و اون حکومته در زمین زیر سلطه یا پادشاهی حکومت زمینی هم داره چیه به سر میبره. و باید بگیم که در قرون وسطا که این نظریه خیلی به نظر میاد نتیجه اون از اونجا میاد بیرون، در قرون وسطا یه رابطه مکمل بین دولت و کلیسا وجود داشت. یعنی دولت امور این جهان رو به اصطلاح کنترل میکرد و کلیسا امور همون پادشاهی خدا رو کنترل میکرد و به این ترتیب این دوتا با هم، کلیسا و دولت، اهداف الهی رو به دو شکل مختلف تحقق میبخشیدن. دولت با خب شمشیر و کلیسا با کلام، این دو مکمل هم دیگه بودن ولی در هم تنیده نبودن، یعنی همزاد چیه نبودن. اگه بخوام سادش بکنم به این معنا این مدل شخصی که به دو پادشاهی تعلق داره یا شهروند یا تابعی دو حکومته که یکیش حکومت اصلی حکومت زمینی هست، در این وضع مهمترین وظیفه شخص مسیحی اینه که اون مسئولیت اصلیش که باید بدونه او متعلق به آسمانه، بنابراین باید همیشه حواسش باشه چون ماندگاری در اونجاست، همیشه حواسش باشه که از ارزش‌های اون پادشاهی پاشو فراتر نذاره. ولی برای یک لحظاتی، برای یک ایامی هم بر روی این زمین به سر میبره. برای همین مسئولیت اول و مهمترین مسئولیت این شخص اینه که بدون پادشاه او مسیحه، ولی مسئولیت بعدی او اینه که بدون او یه شهروند زمینی هم چیه، یه شهروند زمینی. بنابراین اگه شما اینجا نگاه کنی همین این مدل دوگان پنداری، دو نوع زیستن، نه من هم به پادشاهی خدا که مهمترین مسئولیتم تعلق دارم، هم به این پادشاهی زمینی، در این حکومتم دارم چیه، در این حکومتم دارم زندگی میکنم، هر دوش رو به یه معنا خدا گذاشته، ولی یکیش مقطعیه یکیش جاودانیه. اون زمینی مقطعیه، اون یکی چیه، جاودانیه. پس به عبارت دیگه مثل که اگه از این نظر بهش نگاه کنیم، این حیات زمینی ما هیچ گونه تداومی در آینده چیه نداره، بنابراین باید امیدی هم به بهبودش نباید زیاد چیه داشت. یعنی حالا این مدل لوتری سعی کرده به یه جوری زندگی مسیحیان رو تعریف بکنه که شما شهروندان یا تابعان دو پادشاهی هستید، یکیش ابدی و اصلی و جاودانی و دیگری زمینی مقطعی و برای یک زمانی که فقط بتونه یه ساماندهی به امور چی بکنه، به امور این جهان بکنه. بعد اگه بپرسید چرا آخه باید حکومت بر زمین اصلا باید باشه، میگه به خاطری که اسیان هست، گناه هست، بی‌نظمی هست، هرج و مرج هست و خدا این حکومت رو بر زمین گذاشته که
جلوی این هرج و مرج یا حاکمیت هرج و مرج رو بر زمین چیه؟ بر زمین بگیره. پس یه نقش مهم بازدارنده داره دولت، مثل همون رومیان باب 13 که داریم با هم دیگه تو جلسه قبل بررسیش کردیم، در واقع داره میگه که این ساختار وجود داره. بله، به نظر میاد شاید بتونیم بگیم لوتر هم الهام بخشش همون رومیان باب 13 در این فضا بوده. ولی باز ببینید این مدل مشکلات خودش رو هم داره، میدونید؟ یعنی نقدی که از مدل لوتری میکنن، میگن این مدل به خاطر تأییدی که بر حکومت زمینی میکنی به عنوان بازدارنده هرج و مرج یا حاکمیت هرج و مرج، این سبب میشه که کلیسا نفهمه نقش انتقادش اینجا چیه. چون از یه طرف دولت رو تأیید میکنه به عنوان یک نهادی که داره کاری رو انجام میده که ضروریه، گرچه این کار ابدی نیست، ولی از یه طرف دیگه میخواد بگه چطوری کلیسا میتونه هم نقش انتقادی داشته باشه هم بپذیره این شرایط رو، به خاطری که دولت بر زمین داره یه کاری میکنه که اونم انگار مبارزه با تاریکیه. برای همین یکی از منتقدان خیلی شدید این نظریه دو شهروندی مارتین لوتر کارل بارت بود که میگفت که شما با این نظریه به نازی‌ها اجازه تاخت و تاز دادی، چون جدایی کلیسا و دولت سبب میشه کلیسا نقش انتقادیش رو چیه؟ از دست بده، و نباید یه کاری بکنیم که انگار این مال یه قلم روی دیگه است، این مال یه قلم روی دیگه است، و اینا نباید در امور همدیگه چیه دخالت بکنن، چون هر کدومشون دارن به یه معنای کاری رو چیه یه کاری رو انجام میدن. و بعد میگن که اصلا لوتر این مدل یه مدلیه که درش یک تنش‌های غیر قابل حل هست. از یک سو کلیسا باید به ضد جنایات دولت سخن بگه، ولی از طرف دیگه نباید علیش قیام کنه. یعنی در مدل لوتر، چون خدا گذاشته دیگه، در واقع آره دیگه آدم نمیفهمه که بالاخره این چیه، تکلیف ما این وسط چیه، تکلیف ما این وسط چگونه باید باشه. اگر الان به بارت میرسیم، افشین بخوام یه اشاره ای بکنم تو اینجا، یاد در واقع دوره بعد از لوتر، حالا چون لوتر تو یه بستر خاصه در آلمان داره شکل میگیره، ویژگی خاصی حکومت دولتی که اونجا هست مال در واقع ازش حمایت میکنه، در یه ساختاری میاد و اون نظام سیاسی کاملا میشه ابزار کمکی لوتر برای پیش بردن اهداف الهیاتی خودش در اون فضایی که داره. و خب حالا بحث خودش هم داره که چطور لوتر و اون فضا بحث نظامی هم پیش میگیره و نگاه جنگ هم در درون اون مخالفت با اون چیزی که حالا در قالب کلیسای کاتولیک و اون تعریفی که اون داره میده اتفاق میفته. اینا خودش یکی از چالش هاست. ولی پس از اون کالوین میاد، حالا در یه بکراند دیگه، در نگاه خاص خودش روی سوئیس با یک ویژگی دیگه، با یک روی کرده دیگه، و حالا این روی کرد ادامه پیدا میکنه. من یک مثال جالب به ذهنم میرسه که شاید خیلی مناسب باشه، خیلی شبیه کلیسای رفورم نیست. در دوره ای که ما در واقع جان ناکس رو میبینیم، ناکس در واقع در اسکاتلند دیگه، درسته؟ در اسکاتلند خب دیدگاه خیلی هم یکی از شاید جدیترین کشورهای کلوینیستی نسبت به پروسه‌ای که داره و فکری که داره، شاید بیشتر از حتی خود سوئیس میگن کالوینیتر، کالوین در واقع شکل میده اون پروسه‌ای رو که داره. جالبه یک واعظ، یک اندیشمند، یک حالا الهیدان، هر اسمی بخوایم بذاریم، بیشتر عنوان واعظ بذاریم، سخنبر بذاریم در قالب اون پروسه‌ای که هست، وقتی ملکه قرار برگرده که ملکه رفته فرانسه ازدواج کرده، فرانسه است، بعد دیدگاه کاتولیکو داره وارد میکنه، دیدگاه حکومت اینجا ما میشه پذیرش حکومت. ولی جالبه که ناکس همون زمان یک اعلامیه جالب میده و سخنبری او باعث میشه یک تحول رخ بده، به مردم میگه ما مجاز هستیم در برابر ملکه نافرمانی بکنیم، نافرمانی مدنی نسبت به تمام گفته های ملکه، عدم پذیرش خواستهای ملکه، و عملا مانع میشه تا اون چیزی که تو ذهن شاید کاتولیکی ملکه بوده، ورود کاتولیکا، نفوذ فرانسه میشه، حتی بعد سیاسی هستش، بعد استعماری خودش رو در اسکاتلند بخواد بیاد، که حالا خب ابعاد جنگ‌های داخلی و فضاهای فکری که بین همیشه تو داخل بریتانیای کبیر بوده و اسکاتلندی و نمیدونم ایلندی و جاهای مختلف تفکر هست، ولی این رو تو اونجا ناکس داره در واقع اشاره میده. پس ما
در عین حال در کلیسای رفرم که حالا شک میگیره، البته تعریف خود رفرم همون چیزی که شما دقیقاً داری میگی، ولی در کلیسا پسوندش در تفکر کالوینی شک میگیره که به بارت میرسه دیگه، که ما این رویکرد رو عملاً داریم میبینیم، رویکردی که مخالفت هست در واقع عملکرد نوعی. چون ببین یه چیزم هست اینجا شاید بد نباشه بهش برگردیم، ببخشید من صحبت تو قطع کردم، دارم صحبت میکنم، بیشتر میخوام از شما بشنوم، ولی به ذهنم میرسه و شاید اگه بتونی منو کمک بکنی در این مسیر. ما در دوره‌ای داریم این رو میبینیم که نگاه بارت داره شکل میگیره، که ما از بکراند بعد از لوتر داریم از بکراند روشنگری میگذریم، یعنی نظام عصر خرد به نوعی بخوایم بگیم، انقلاب‌های مختلفی رخ داده، انقلاب‌های صنعتی رخ داده مثلا در انگلستان، انقلاب‌های اجتماعی رخ داده در فرانسه، در بود خودش در انگلستان که اول با کرامول میشه، بعد حالا متدیستن و بعد حالا اتفاقات مختلفی که پسفند اون داره رخ میده و تغییراتی که رخ میده. نمیدونم بعد از تایمی میبینی دوره ای میرسیم که تفکر خرد به ما میگفت انسان با اون ظرفیت ویژگی خودش که به حقوق بشر هم میانجامه در ابعاد خودش، در حالا بعد فرانسهش تا به بعدش، میگه انسان به عنوان انسان خردمند، انسانی که هست، ظرفیت اندیشیدن داره، میتونه خوب و بد و خیلی جاها تشخیص بده، یعنی انگار برگشت به انسانه. این یک تضادی داره با اون چیزی که کتاب مقدس به ما داره میگه، ما برگشت به انسان و باور بیش از اندازه، یا عصری که ما بیش از اندازه به خرد و به پیشرفت، به اون اسطوره پیشرفت بچسبیم و اونو باور بکنیم، در اون دوره ها داره شکل میگیره، نتیجه یک جوری تفکر لیبرال دموکراسی رو ایجاد میکنه. لیبرال دموکراسی که بعد از تایمی میبینی اونجوری که باید و شاید جواب نمیده، یه جورایی به بحران برمیخوره. نتایجش چی میشه؟ داریم همون اتفاق رو توی به بارت میخوام در واقع برسم. ما با انقلاب‌های یهو مارکسیستی روبرو میشیم. مارکس میاد و انقلاب‌های مارکسیستی که حالا با تعریفی بالاخره انقلاب بولشویکی میشه. از اون ور قصه داری در جامعه آلمان داری میبینی که داره به سمت در واقع اون حکومت سوسیال ناسیونالیستی که داره اونجا شکل میگیره با ویژگی‌های خاص خودش میاد جلو و ادامه داره با پیشبینیه که بعضی ها اینو پیشبینی میکنن به سمت فاشیست داره میره، یعنی به یه سمت حکومتی میره که تمامیت خواه میشه، انگار اون خرد انسان به واسطه انسان سقوط کرده به نتیجه نمیرسه. یعنی ما ببین اینو چرا عنوان میکنم و میخوام به سوال برسم و حرف من چیه، ما امروزه خیلی همچنان شاید با نگاه لیبرال دموکراتیک نسبت به اتفاق و انقلاب‌ها و جریانات در داخل جامعه خودمون نگاه می‌کنیم، به سمت نوعی از لیبرالیسم می‌خوایم حرکت کنیم و نوعی از دموکراسی، پس ترکیبش میشه نوعی همون از ابعادی از لیبرال دموکراسی مدرن‌تر با ویژگی‌های خاص خودش. اگر اینقدر بخوایم به خرد انسان تکیه کنیم، اگر اینقدر این رو بپذیریم و باش همسویی کنیم، آیا بقیه این ابعاد هم که داره اتفاق میفته همون نقد برش وارد نمیشه؟ بله. ببینید این ماجرای مدل لوتری دو شهروند دو تابعیتی رو من میخوام با دو تا دایره نشون بدم که بگم که این داستان چیه و بعد بارت اینو چجوری تعریف میکنه، یا این وسط کالوین چیه، چه دستاوردی داشته. ماجرای مدل لوتر انگار دولت در یک دایره است و در یک دایره کاملا جدا از اون ما کلیسا رو میبینیم، یعنی ما اینجا با دو تا دایره جدا از همدیگه روبرو هستیم، یکیش رو میتونیم اسمشو بذاریم دولت و دیگری رو میتونیم بذاریم کلیسا. به این ترتیب امور این جهان یه اموریه که توسط دولت داره جلو میره به عنوان یک ابزار یا نهاد موقتی، و امور جاودانی توسط کلیسا جلو میره به عنوان یک پدیده‌ای که یک موجودیتی که به خاطر حیات الهی ابدی خواهد بود. پس به عبارت دیگه مثلی که امور این جهانی امور مردم موقتی خیلی مهم نیست در نگاه لوتر، ولی از این فقط برای از این نظر اهمیت داره که هرج و مرج ما رو در بر نگیره، ولی نباید خیلی بهشون توجه بکنیم. پس دو تا دایره کاملا مستقل رو ما در نگاه لوتر داریم میبینیم، یکیشو میتونیم اسمشو بذاریم دولت، یکیشو میذاریم کلیسا. کلیسا باید
با پادشاهی خدا فکر بکنه و اون ابدیت، و دولت هم فقط برای این جهان موقتیه که الان هستی، فقط جلوی چی رو بگیری؟ جلوی تخت و تاز گناه رو در این عرصه بگیریم. پس خب معلومه وقتی شما اینجوری نگاه کنید، درسته این دوتا دایره رو من الان کنار هم گذاشتم، ولی در واقع در مدل لوتری این دوتا دایره اینجوری هستن، یکیش دونه یکیش فراتره اون یکی. پس بنابراین این که از یه نظر این مدل هم خودش یه مدلیه که به ما در واقع داره میگه که لازم نیست تو خودتو درگیر امور موقتی این جهانی بکنی، که خدا هم با اون کاری نداره، فقط هم گذاشتتش که فقط مثلا تا یه مدتی چیه، تا یه مدتی جلوی تاخت و تاز گناه رو چیه بگیره. اما کالون وقتی اومد، کالون اومد گفتش که نه، امور این جهانی یعنی این دوتا دایره رو ایشون به این سمت آورد، گفت اینا اولا همو اندازه که برای خدا آنچه که در کلیسا داره میگذره مهمه، همو اندازه هم برای خدا آنچه که در دولت یا نظامات اجتماعی داره میگذره مهمه. یعنی به عبارت دیگه این دوتا رو گذاشت کار خدا به شکل مساوی، ولی در دو امور مختلف، در حالی که برای لوتر اینطوری نبود. برای لوتر میگفت که این دولت یه چیز دونپایه موقتی این جهانیه، ولی ضروری برای اینکه ما همدیگه رو نخوریم، برای اینکه ما همدیگه رو نداریم. پس به عبارت دیگه کار خدا تو اینجا زیاد جریان پیدا نمیکنه، کار خدا در این قلم رو در این دایره هست، در این فضا هست که اینو این در این نگاه در همون شهر خدا که شما اشاره کردید به یه معنا مثل که یک نگاه سلسله مراتبیه. ولی کالون اومد اینو چیکار کرد؟ و بعد از اون بارت اومد گفتش که نه، خدا به همون اندازه که کلیسا براش مهمه، به همون اندازه جامعه براش مهمه. امور این جهان هم امور خدا، همونطور که امور کلیسا هم چی هن؟ امور خدا هستن. و این دوتا رو با هم یه آشتی داد که به نظر من بسیار چی بود مهم بود. حالا لوتر اومد چی کار کرد؟ ببخشید بارت اومد چی کار کرد؟ بارت اومد گفتش که اگر در نظر بگیریم این یه دایره در نظر بگیریم که این دایره، یعنی فرقش با مدل لوتر میخوام بگم که چطور این دو تا دایره کاملا جدا از هم و منفک با ارزش‌های متفاوت بود، بارت اومد فقط یه دایره کشید، اسم این دایره رو گذاشت دولت که خدا اون رو گذاشته، و وسط این دایره یک دایره دیگه ای رو گذاشت، یعنی دوایر متحد المرکز، وسطش اسم اونو گذاشت کلیسا. خب یعنی به عبارت دیگه اینجا ما میبینیم که اتفاقا دولت در نگاه لوتر یک شأنی این جهانی برای ترمز کشیدن بر تاریکی داشت، در حالی که در مدل بارت که بزرگتر کرد اون رو، یعنی کلیسا رو گذاشت قلب اون، قلب یعنی کلیسا رو برد توی دولت، گفتش که اصلا دولت یک شأن فیض خداست، خدا این رو گذاشته، خدا امور جهان، منتها برای که این امور جهانی بتونه به درست که برای خدا اهمیت 100% داره، برای که این امور جهانی بتونه به درستی جلو بره، اینجا به یه نهاد دیگه احتیاجه که باید در قلب این دولت باشه، که وجدان این دولت باید باشه، و این دایره کلیساست. پس کلیسا اینجا اصلا نقشش اینه که مراقبت اخلاقی بکنه از رفتارهای نظام حاکم. میخوام بگم فکر کنم تفاوتش با لوتر خیلی مهمه. اونجا دو تا دایره کاملا جدا بود، یکیش اصلا فقط برای اینکه جلوی تاریکی رو بگیره، هیچ نقشی با نور نداشت، فقط جلوی هرج و مرج. این یکی نه، این یکی اصلا دولت یک شأن، یک نمادی از فیض خداست، اصلا فیض خدا جاری شده که دولت شکل گرفته، ولی برای اینکه این فیض باقی بمونه، اگه دولت کارش صحیح بخواد انجام بده، کلیسا رو در قلب این دولت به عنوان دو تا دایره که در هم متحد المرکزن قرار میده، که مرکز اون کلیسا هم مسیحه، و به این ترتیب کلیسا باید نقش نقادانه نسبت به دولت داشت. یعنی به عبارت دیگه اصلا یه وظیفه است نگاه کردن. جایگاه کلیسا، ذات کلیسا میشه چنین چیزی که عمل انتقادی یا به بیانی میشه گفت اون سخن، شاید اگه مدل عهد عتیقش بگیم، سخن نبوتی در برابر اون، گویش نبوتی، نه نبوت کنه، مثلا بیان نبوتی که مثلا تو آموس میبینیم
میاد اون مواجهه رو داره. از این منظر در واقع داری اشاره میکنی دیگه، درسته؟ یعنی این جایگاه رو، یعنی ببینید در مدل لوتری وقتی نگاه میکنیم آدم در نهایت این مدل لوتری رو، من دو تا دایره یکی بالا یکی پایین در نظر میگیرم که اصلا هم رأی و هم شأنم نیستن، اون شأنش پایینه، اون یه شأن مستقلن در واقع، مستقلن، بله مستقل، ولی یکی شأن خیلی بالا یکی شأن خیلی پایین، ولی ضروری، بازم ضروری. تو این مدل اصلا رغبتی برای فعالیت اجتماعی برای مسیحی نمیمونه، میدونی فعالیتاشو باید بذاره چه فعالیتشو باید به سمت گسترش پادشاهی خود. ولی تو مدر دوائر متحد المرکز که قلب رو کلیسا و قلب کلیسا رو مسیح تشکیل میده، اینجا اصلا شهروندان مسیحی کارشون نظارت اخلاقی بر دولته، کلیسا کارش، یعنی اصلا درگیر شدن جز ذات کلیسا. یعنی میخوام بگم بارت خیلی قضیه رو برگردون کامله. خب ببین اینجا ببخشید هرچون سوالت قد میکنم، چون میخوام به موضوع برسیم و بتونیم این جنبندی برای این قسمت داشته باشیم با هم دیگه، با یکی دوتا سوال خیلی کوتاه بتونیم جواب بدیم. در واقع اونطوری که شما میگید بر اساس سوالی هم که میپرسم، بارت میاد در قبال اون چیزی که داره میبینه به عنوان نتایج و ثمره، من حالا بک‌گراند تاریخی رو اشاره کردم که به کجا میرسه، وقتی میاد در مواجهه با حکومت مثل حکومت در واقع توتالیتر و تمامیت خواهی که نازی در واقع ایجاد میکنه، در آلمان نازی میشه یا در جاهای دیگه تو همون دوره شکل میگیره مثل فاشیست در ایتالیا در واقع و ساختارهای دیگه خودش رو میگیره در برای ساختار خودش، این حکومت‌ها رو ولی کاملا نه فقط نقد میکنه، به نظر من اونطوری که برداشت میکنه اصلا مرجعیت براشون قائل نمیشه. چیزی که در من حداقل به ازای شناختم درست میگم، اگه این مرجعیت رو قائل میشه اینجا دیگه مفهوم نقد نیست، چون تو جایی لوتر میاد، بارت عذرخواهی میکنم، بارت میاد در واقع صحبت از نوعی از ویژگی ساختار حکومتی میکنه که در واقع کلیسا درش دخیله، در واقع ساختار مسیحی درش دخیله، اونو به عنوان یک ساختار حکومتی تعریف نه، یعنی ورود جدیتر کلیسا و مسیحیت به درون سیاست، شاید به عنوان حتی یک حزب، درست میگم؟ بله بله بله. یعنی خب وقتی میگیم دوایر متحد المرکز، پس بنابراین نقش یا فعالیت اجتماعی مسیحیان دیگه اصلا جزء نه فقط مشهوداته بلکه جزء وظایف جدیه. منتها کلیسا تا زمانی کلیساست، ببینید میخواد اینه بگه، من تا زمانی زندم که قلبم درست کار کنه دیگه، اگه تو این مدل دوایر متحد المرکز، یعنی قلب دولت در یه دولت اصیل اینه که کلیسا اون قلبش باشه، یعنی دولت سالم، دولت صحیح. خب کلیسا هم زمانی کلیسای اصیلی که به وظایف خودش به درست، اگر میبینه که تاریکی، اگر میبینه که ظلم، اگر میبینه که حقوق شهروندان زیر سوال برده میشه، کلیسا باید چیه؟ کلیسا باید بدون هیچ گونه پرده پوشی اینو فریاد کنه. آنچه که بارت داره میبینه در زمان نازی ها، میبینه که کلیسا به جایی که وجدان دولت باشه تبدیل به ابزار دولت شده، خودش داره برای دولت مشروعیت ایجاد میکنه، خودش داره تئوری میسازه برای آنچه که دولت تاریک نازی داشت چیه؟ داشت انجام میده. و میگفت که اینجا دیگه وقتی که این قلب درست کار نمیکنه، وقتی که کلیسا اصیل نیست، این دولت هم از مشروعیت میفته دیگه، اون نماد فیض خدا نیست. من فکر میکنم بارت خیلی به سمت این میره که اون مدل رومیان باب 13 رو اینجوری داره تعریف میکنه، تفسیر رومیان باب 13 باب 13 رو اینجوری داره میبینه، یعنی میگه کلیسا باید پاسبان اخلاقی و وجدان اخلاقی چی باشه؟ دولت باشه. اگه دولت داره به درستی به وظایفش انجام میده، کلیسا بس به عبارت، ولی میگه که تحت هیچ شرایطی نقش متمایز کلیسا اینجا نباید خدشه دارشه، یعنی اگر عمل نقادانه کلیسا هم ضعیف شه، هم اجازه بهش داده نشه که این کار رو انجام بده، دیگه این کلیسا نیست و این دولت هم دیگه نمیتونه اون دولت واقعی چیه خودش. بس بنابراین در نقد، اگر این نقد پا بر جا نمونه، چی دیگه از اینجا باقی مونه؟ هیچی باقی نمیمونه. یعنی به عبارت دیگه به نظر میاد بارت در میگیم که آقا اگر این دولت کلیسا رو خفه کرد، اگه این کلیسا هم خودش نقش خودش رو نداشت، نتونست نقد بکنه، ما باید چی کار کنیم اینجا؟ دیگه به نظر میاد در اون آخرین نقطه
به نظر میاد راه دیگه ای جز انقلاب، راه دیگه ای جز انقلاب با همه ابزارهای موجود دیگه این وسط چیه برای همگان باقی نمیمونه. ولی میخوام بگم کاری که بارد کرد این بود که یه انقلابی در نگاه مسیحیان نسبت به واکنش‌های اجتماعی ایجاد کرد و این واکنش‌ها رو نه فقط گفت این اشکالی نداره بلکه وظیفه تعریفیه. حالا یعنی اینجا سوال به عنوان شاید آخرین سوال در نظر بگیریم و ربطش بدیم به فضای فعلی خودمون و بعد بتونیم در پادکست بعدی به امید خدا مباحث بعدی که وجود داره در رویکردها و مدل‌های دیگه‌ای که در حداقل قرن 20 می‌بینیم و خیلی میتونه شاید عناصرش نزدیک به ما باشه با هم بررسی بکنیم. ولی تو اینجا عملاً آیا بارت، چون ببین خود بارت به طور خاص در رابطه با نظام نازی رویکردی رو که ما حالا بعداً تو جلسه بعدی می‌بینیم مثلا دیتریش بونهوفر داره نداره، اون نگاه رو نداره، یا نگاهی که نیبور داره نداره. دو نگاه متفاوت رو تو این قصه داریم میبینیم، در واقع نگاه‌های متفاوت. بارت چه روی کرده؟ این روی کرده که میگه در درون اینه، من حالا این سوال اینجوری بپرسم، ما در جامعه‌ای که کلیسا کلا صدا بند خدا نداره حالا باشه خودمونیش، اصلا کلیسای پراکنده است، کلیسایی که در داخل ایران صدای نداره، خارج از ایرانش هم که در یک مجموعه کوچیکی که داره سعی میکنه به اون شاید مدل کلیسای 30 سال پیش 40 سال پیش ما یه بالاخره عناصر خاص خودش رو داشت، ساختمونی داشت، فضایی داشت، اسمی داشت، الان اون هم نیست، انقدر پراکنده شد و تکه پاره شده که شاید اون دوباره باید درگیر اون هویت خودش هست. و چیزی که میچشم میبینم خودم به عنوان کسی که مثلا در ترکیه هستم دارم نگاه میکنم به ساختارهای کلیسایی که حتی بقای خودشون براشون پیچیده شده، خب در چنین جامعه‌ای که اصلا صدا ازش گرفته شده، آیا مثلا مدل بارت یا حالا هر کدوم از مدل ها به عنوان مدل جوابگویی هست؟ من اینو به عنوان یک پرکتیکال میپرسم، کاربردی میپرسم برای جامعه ایران، این مدل هایی که تا حالا صحبت کردیم کاربردی میتونن پیدا بکنن؟ بله، من علتی که مدل لوتر یا بارت رو گفتم یا بعدن مدل های دیگه رو مطرح میکنیم، میخواستم بگم که ما این تنوع رو ببینیم. خب نه، بله، بعضی جا مثلا نگاه میکنیم میگیم ما اصلا نمیتونیم تو این فضاها، اصلا مال فضای فعلی ما نیست، ولی ممکنه 10 سال آینده این فضا فضای ما هم بشه، متوجهید؟ یعنی اگر تعداد مسیحیان خیلی زیاد بشه، مثلا چند میلیون نفر بشن که خیلی هم امر دور از ذهنی نیست، و تشکیل یک حزبی رو بدن و بعد دیگران برای انتخاب شدن خب به اینا احتیاج دارن، اون وقت میتونن در حیات اجتماعی ملت خودشون یه نقش جدی‌تری رو داشته باشه. ما میخوام بگیم ما از کجا شروع کردیم، جایی که میگفتیم که اصلا یک مسیحی اون زمان اصلا معتقد بودن، حالا تو در ابتدای تاریخ مسیحیت، آغاز نهضت مسیحی یا ابتدای تاریخ حیات مسیحی من و خود شما، ما خیلی خودمون رو شبیه چی میبینیم؟ چون همیشه تو حد اقل ها بودیم، همیشه تو اقلیت ها بودیم، میگو تو چه واکنشی، ما فقط هم دعا و شهادت طلبی آنچه که تو. ولی اگه تعداد اینا بره بالا که به نظر میاد آینده این رو این داره نشون میده، آیا ما باز میتونیم بیایم بگیم که بله ما هیچ چی دیگه نداریم، فقط همون واکنش؟ نه، ما یه چیز داریم، کلیسا میره به قلبه. اگر فرض کنیم یک دین رسمی یک مملکتی مثلا عوض بشه، مسیحی بشه، اون وقت کلیسا اون وقت اونجا نقشش خیلی متفاوت میشه با یه جا دیگه. ما البته مدل بارتی رو برای جوامع مسیحی که البته راه خودشون رو کاملا گم کرده بودن در زمان نازی داریم صحبت میکنیم، ولی فکر میکنم این مدل ها رو که بریم جلو بعد باید بهشون فکر کنیم و ببینیم که الان برای امروز ما چه خط و مشی. من فکر کنم من از قبلم گفتم با توجه به تمام مدلایی که دیدم من یه پاسیفیست باقی میمونم و فکر میکنم که این راه صحیحه و اون تصویری که از دانیال باب 7 میبینم و همینطور بعدن شاید به این بپردازیم که مسیح در این موعظه سر کوه راجع به دوست داشتن دشمنان صحبت میکنه، من فکر کنم اینا تماما منو میبره به سمت یک نگاه پاسیفیستی در اصل خودمون. ولی خوبی این مدل‌ها به ما کمک میکنه که بدونیم داستان فقط اونی نیست که ما در اقلیتمون داریم تجربه میکنیم. بسیار عالی، مرسی افشین جان، ممنونم، واقعا نکته درستیه. تمام صحبت‌های ما بر همینه. شاید گاهی بعضی‌ها بر ما خورده بگن شما بحث‌های الهیاتی می‌کنی، بحث‌های نمی‌دونم تاریخی می‌کنی، الان چی داری، راهکار بده. واقعیت اینه که عزیزان ما چون که
شاید در بخش های اولیه صحبت کرده باشم، پیش از شروع این پادکست ها مطالبی رو عنوان کرده باشم. هدف این پادکست ها، تکرارش میکنم این رو، هدف این پادکست ها ضرورتاً دادن راهکار نیست، هدفش اندیشیدنه، گفتگو کردنه، فکر کردنه. همچنان که افشین جان اشاره کردن، در واقع ما میخوایم خیلی از این مدل ها رو بشناسیم. تاریخ مسیح، ما بکراند خودمون به عنوان یک کلیسایی که شکل گرفته در جامعه ایران، یک کلیسای نوپاییه، ولی یه بکراند 2000 ساله داره، تاریخ کلیسا وجود داره، پشت اون تاریخ کلیسا شکل ها و مدل های مختلفه، تفاسیر بحث های مختلفه. دونستن اینها به ما کمک میکنه زمانی که، همچنان که اشاره شد، زمانی که شاید ما در یک موقعیت اونقدر اقلیتی نباشیم، صدا داشته باشیم، زمینه نفوذ داشته باشیم، امکانات قدرت داشته باشیم، اون موقع چطوری میخوایم برخورد کنیم. حتی در جاهای بر مدل قدرت، حالا اینجا صحبت نشو، شاید در جای دیگه صحبت بکنیم، که در مورد نمونه کلیسای کاتولیک میبینیم، شاید اون داشتن ابزار قدرت در جایی همچین شاید نتایج خوب رو به بار نیاورده، ثمرات خوب رو نشه، چطور میتونیم اونو نقد کنیم. پس دونستن تک تک اینها و صحبتایی که شد میتونه ما رو به ما جهتهای بهتری بده، جهتهای بهتری برای فکر کردن، تعامل کردن و اندیشیدن. خب افشین جان، باز هم ممنونم برای حضور در این برنامه. به امید خدا در پادکست بعدی با هم دیگه بقیه مباحث رو می‌بینیم، چون مباحث تموم نشد، پادکستمون این دفعه یه مقدار طولانی‌تر شد. ممنونم از صبر مخاطبین عزیز که کنار ما بودن، و همچنان که گفتم ما رو در این مسیر دنبال کنید، این مطالب رو به اشتراک بذارید، کامنتاتون رو بذارید، ما رو نقد کنید، و اجازه بدید اگر با همدیگه صحبت میکنید در اون کامنت ها نقد بشید، بدونید که روش های انسانی رو که دیالوگ محبت کنار بگذاریم و بتونید در تعامل درست با همدیگه در این مسیر پیش بریم. به همراه مهمان گرانقدر برنامه دکتر افشین لطیف‌زاده در این پادکست با شما خداحافظی. خدا به همراهتون.